سازمان عفو بینالملل مجدداً خواستار گشایش مسیرهای بیشتر برای تسهیل کمک رسانی به نوار غزه شد. این سازمان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در حالی که جنگ غزه وارد 7مین ماه خود شده، ما مجدداً بر خواسته خود برای گشایش مسیرهای بیشتر برای تسهیل ورود و کمک‌ها به این باریکه تأکید می‌کنیم. بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی معا، عفو بینالملل در خصوص موافقت مقامات اسرائیل با ورود موقت کمک‌های بشردوستانه به غزه اعلام کرد که این امر بسیار ضروری اما ناکافی است. در این راستا برنامه جهانی غذا مجدداً هشدار داد که قحطی بیش از هر زمان دیگری در شمال نوار غزه مشاهده می شود. برنامه جهانی غذا گفت: پس از 6 ماه درگیری همه در نوار غزه با گرسنگی روبرو هستند. این نهاد بین‌المللی تأکید کرد که انتخاب در غزه روشن است: یا افزایش ورود کمک‌ها یا قحطی. از 7 اکتبر 2023 میلادی که درگیری بین حماس و اسرائیل آغاز شد، دهها هزار فلسطینی که بیشترشان زن و کودک بودند، قربانی و زخمی شدند و زیرساخت‌های نوار غزه به شکل گسترده‌ای ویران شد و فاجعه انسانی بی‌سابقه‌ای در این منطقه رقم خورد. گفتنی است در نتیجه این درگیری و محدودیت‌هایی که اسرائیل اعمال کرده و در پی کمبود شدید غذا، آب، دارو و سوخت، ساکنان نوار غزه به ویژه شمال غزه در آستانه خطر قحطی قرار داشته و جان کودکان و سالخوردگان در این منطقه به خطر افتاده است.